درود بر شما من سام ایران شهر هستم امروز دوم بهمن ماه هست و شما شنونده پادکست 112 همه من هستید در ابتدا باید تشکر فراوان بکنم از محبت های شما که با لایک های خودتون ما رو همراهی میکنید اگر هم به تازگی به جمع بیننده های ما پیوستید با سابسکرایب و فالو و در یوتیوب با کلیک کردن روی دکمه زنگ میتونید از آخرین برنامه های ما مطلع بشید اما پادکست امروز هم سه بخش خواهد داشت که من میرم سر اصل مطلب و در بخش اول میپردازیم به موضوع علی ای و مذاکرات وین که اصولا همه سوال دارن که چه خبره مدام از ما سوال میشه در جای مختلف که علی ای دنبال چیه در وین چه اتفاقی داره میفته و چی داره میشه ببینید برای اینکه ما پی ببریم که علی ای در وین به دنبال چیه و میخواد چه گیرش بیاد از این مذاکرات و غیره و چه چیزهایی رو در نظر داره که رد و بدل بکنه ما باید به این بپردازیم که اون طرف مقابل چه چیزی از رژیم در دستش داره و چه حربه و چه اهرامی داره در این حال علی خامنه چه نیازی داره به مذاکره و سازش حالا یا موقت یا طولانی یا بازگشت به برجام یا یک برجام جدید یا هر که هستش چه چیزی گیره علی خامنه ای میاد ببینید الان اهرام هایی که غرب یعنی آمریکا و اروپا علیه علی خامنه ای دارن مقدار تقریبا کمی پوله که اینا همش برمیگرده به میزان نفتی که در زمان جاری بودن برجام ایران فروخته به دنیا فکر کنم سرجم اگه جمع بزنیم 20 میلیارد دلار اینطور بشه الان ایران از اون زمانی که دونالد ترامپ از برجام خارج شد بازارهای نفت عادی رو از دست داده یعنی دیگه در بازار عادی نفت ایران جریان نداره به بس میزان بسیار بسیار ناچیزی اصلا تقریبا نیست و شرایطی که رژیم داره و اینکه حاضر نیست تغییر بکنه یعنی پولشویی و این بازار سیاه و مافیایی عجیب و غریب وحشیگرانه ای که علی خامنه ای و تمام دستگاه روحانیت شیعه آخوندها سید پرستا و همهشون را انداختن این را غیر ممکن میکنه که ایران تا زمانی که رژیم اسلامی باشه بتونه به صورت عادی با دنیا مبادلات تجاری داشته باشه و دادستدر داد بانکی داشته باشه به خاطر اینکه یک سازمانی از اسم FATF که این سازمان ایران رو در لیست سیاه خودش قرار داده یعنی اینکه اصلا این کشور رو باش مبادله نکنید و بیشتر کشورها هم تا زمانی که ایران در این لیست هستش یعنی لیست سیاه یا خاکستری حتی باشه مبادله نخواهند کرد چون بسیار سوال برانگیزه و نهایتا بانک هاشون هم تو که دیدید الان هم میبینید حتی در زمان دولت بایدن که من میپرازم که بسیار دولت شلوول و بسیار مماشاتگریه با زورگوهای جهان حتی در این زمان سیستم آمریکا شروع میکنه به تحریم بانک های دنیا به همین دلیل هیچ بانکی در دنیا با ایران تا زمانی که رژیم باشه کار نخواهد کرد چون سیستم اقتصادی ایران باید تمیز و تسویه بشه و این رژیم اصلا نه تنها به این اعتقاد نداره به برعکسش اعتقاد داره میگه باید مافیایی تر و سیاهتر و کلا خلافکارتر بشه بنابراین ایران دیگه به غرب و به دنیای آزاد به صورت عادی نمیتونه نفت بفروشه یا داد داشته باشه تحت این خب میمونه چی یه مقدار پولی که دست غربه این پول الان که هولوش من فکر کنم 20 میلیارد دلار یا همچین چیزی باید باشه دست بانک های کره ای و ژاپنی و یه چند بانک اروپایی احتمالا هستش علی خامنه ای که خودش گفته قبلا بارها اینو میدونه که نه با آمریکا و نه با اروپا نمیتونه هیچ وقت روابط عادی داشته باشه بنابراین تنها چیزی که خود علی خامنه ای میخواد از این مذاکرات وین این پول کوچکه این پول گرچه کوچکه اما یکی دو سال میتونه پروژه های موشک و تاسیسات هسته رژیم رو جلو ببره و خرج دم دستگاه دستگاه پرتمتراق علی خامنه ای که از تویت زدن گرفته تا نماز خوندن آخوندا گرفته تا زندگی عادیشون و زن گرفتن چند تا چندتاشون تا تمام این همایشها ها و تمام این متظاهرات هر چی که فکر میکنه گرفته باید خرج این رو یکی بده و هیچ دولتی در جهان نمیتونه انقدر خرج رو تقبل بکنه و علی خامنی به هر حال نیاز به پول داره این مقدار پولی که دست غربیاس الان مشکل علی خامنی رو موقتا رفع میکنه تا زمانی که هسته بشه علی خامنی به دنبال هیچ توافق واقعی با دنیا نیست و به هیچ توافق پایداری هم هرگز این رژیم نخواهد رسید با غرب و دنیا دلیل چیه چرا الان دلش انقدر قرص علی خامنه ای به خاطر اینکه الان دیگه بیش از یک سال از زمانی که جو بایدن روی کار اومده هیچ تحریم واقعی علیه نفت ایران که به چین فروخته میشه اعمال نشد یعنی چین عملا و علنا داره نفت غیرقانونی از رژیم میخره و همینطور الان گندش در مده از ونزوئلا هم میخره زیر قیمت البته اما چون این کشورها تحریم جهانی هستن اینا مشکلی ندارن حاضرن فقط به چین بفروشن و با همون امرار معاش زالو معابانه و انگل معابانه رو انجام بدن همونطور که میبینید علی خامنه دیگه دستش شسته از غرب و در از دنیای آزاد و تنها ترجیح میده که با چین مبادلات داشته باشه این قرارداد ایران و چین که ایران درش تقریبا تعریف شده به عنوان مستعمره چین هم به این خاطره چون دیگه کلا میخواد ثابت بکنه به چینی ها که اگه شما هوای ما رو داشته باشید نفت این مردم رو من بدزدم و بدم به شما شما رو به ما بدید به هر نفی حالا یا کالا یا تهاتر همونطور که خودشون میگن یعنی به جای پول نفت کالاهای آشغال و بونجور که هیچ کشوری در دنیا نمیخره چین میفرزه ایران از این ببن. و یه جوری با ما را من با شما همینطور راضیم غرب و اروپا و آمریکا و غیره رو ولش کن دیگه این چیزی که علی خامنی در سر داره چیزی که در وین به دنبالشه چیه هیچ توافق و تعهدی نیست یعنی همونطور که قبلا هم گفته علی خامنی من بسیار بعید میدونم با آمریکایا مذاکرات مستقیم داشته باشه یعنی رژیم داشته باشه همونطور که میبینید علکی پول آزاد میکنه جو بایدن یعنی حالا میپردازیم در آینده که جو بایدن اص اصولا دراز کشیده جلوی تمام دیکتاتورها زورگوهای جهان از پوتین گرفته تا چین گرفته تا علی خامنه گرفته جلو همه و واقعا گند زده جوری که دیگه خود دموکرات ها نمیتونن ازش دفاع بکنن بلکه شروع کردن الان خود دموکرات ها یعنی هم های خودش کوبیدن بایدن و هر روز وضعیتش خرابتر میشه با هر مصاحبه و هر سخنرانی اوضاعش بریختر میشه بنابراین الان علی خامنه به دنبال چیه علی خامنه داره درآمدش از چند را میرسه یکی نفت میفروشه به چین که به هر نحوی پولش رو دریافت میکنه از طرف دیگه به چند تا کشور دیگه هم خورده خیلی کم داره نفت میفروشه اونجایی که بایدن اصلا کلا تحریم های رژیم رو اصلا بیخیال شده به اجرا نمیذاره اما به طورت جزئی مثلا هند یا کشور دیگه ممکنه خیلی جزئی نفت یا گاز بخرن دیگه با چی داره امرار ماش میکنه بیت کوین مزارع بزرگ بیت کوین اینا تولید کردن برای خودشون و انرژی رو گاز رو استخراج میکنن تبدیل میکنن به انرژی یعنی برق و با برق بیت کوین تولید میکنن و از این طریق دوباره پول زیادی تر میارن تنها طلبی که علی خامنه ای داره رو هوا دست غربیا و اروپایی است که اونم بایدن داره خورد خورد بهش میده تا جایی که این مذاکرات ادامه داره بایدن بهش میده بنابراین این هم ادامه خواهد داد این مذاکرات رو الان هم صحبت میشه که بایدن پیشنهاد تفاهم موقت رو با رژیم از طرف روس ها که این خودش اصلا یک نقطه ضعف بزرگیه که علی خامنی راهی که داره میره و بره ببینید الان بایدن به جایی رسیده که یک گند تاریخی داره میزنه و اون حمله روسیه به اوکراین هست که حالا بعدا میپردازیم به اینکه اون چه فضاحتی بار آورده برای تمام آمریکایی ها یعنی آمریکا رو کلا داره از بین میبره در نظر تمام دنیا جو بایدن در این شرایط که جو بایدن باید جلوی پوتین بیسته از طریق پوتین پیغام میفرسته برای علی خامنه ببینید چقدر داستان مسخره است این پیغام پس فرستادنها فرستادن ها خودش نقطه ضعف ایجاد میکنه و علی خامنه خیالش راحته که اگر تا ابد ادامه بده به این کارها محال ممکنه جو بایدن تصمیم بگیره نه تنها جو بایدن که بقیه کشورهای اروپایی و دیگران هم تصمیم میگیرن هیچ کاری علیه رژیم بکنن و این یک واقعیت اروپایی ها و آمریکا هیچ کاری علیه رژیم نخواهند کرد و علی خامنه به راحتی با خیال راحت میتونه بمب اتم بسازه تنها کسی که این وسط ممکنه بتونه معادله رو تغییر بده که متاسفانه ما این رو الان واقعا شاهد نیستیم اسرائیل یه سری صداهای مشکوک از ایران صدای انفجار شنیده شده که هنوز تایید نشده که اینا چی هستش اگر خرابکاری یا انفجار یا تخریب بوده باشه ما میفهمیدیم به خاطر اینکه الان اسرائیل اگر باهوش باشه باید آمریکا رو در عمل انجام شده قرار بده و یک سری از مراکز رو نابود بکنه تا اینکه این موازنه به هم بخوره و ایالات متحده ناچار بشه موضع دفاعی و یک موضع واقعی بگیره نه اینکه یه سری نماینده مصالحه کار تبلیغاتی حزب الله لبنان و حماس رو که این آقای رابملی باشه بفرستی وین هر امتیازی رو میخوان اونجا بهشون پیشنهاد بده آخه این که نمیشه مذاکره یا این که نمیشه تفاهم طرف میخواد بمب اتم بسازه وقتی این شرایط میبینه خب میسازه برای چی بیاد با شما سازش بکنه بنابراین همطور که میبینید علی خامنی فقط دنبال این خورده پولها و این تسویه حساب کلی با غرب از اونجا بهش هیچ کاری با غرب نخواهد داشت و همونطور که سپاهیا گفتن از 2025 به بعد اینا میشن یک کره شمالی و اصلا اینا براشون مهم نخواهد بود که غرب چی فکر میکنه اروپا یا چی میگن کی چی میگه مثل کره شمالی که الان از اون زمان که بایدن اومده روی کار تمام فعالیت های هسته ای دوباره آغاز کرده رکتورها ها رو غنیسازی ساخت کلاهک هسته ای تو همین ماه گذشتم حداقل سه تا آزمایش موشک بالستیک کرده ببینید یه جنبه دیگه که میتونیم نگاه بکنیم به این داستان که اصولا ثابت میکنه که علی خامنه به دنبال هیچ معاهده و تعهدی به اروپا و غرب نیست چند مسئله است یکی صحبت های رئیسیه که واقعا گونتر از دانش در مسکو شروع کرد در مورد ناتو صحبت کردن و مدام ناتو ناتو الان میکنه اصلا ناتو ربطی به ایران نداره و اینها اصولا میخوان نشون بدن که ما جز لیگی شدیم که لیگ شرق الان یعنی جزء مستعمرات چین و روسیه شدیم و ما با اینایم و اینا چون ضد ناتوان ما هم ضد ناتویم بر همین ابراهیم رئیسی که تلفظات و اصطلاحات عادی سیاسی رو بلد نیست به زبون بیاره بردنش تو روسیه بهش الان یه دکترای دیگه دادن ببینید دانشگاهای موسیقی چقدر کیلویی و میدونن دکترا میدن به اینا. در عین حال فورا اومدن یه رزمایش سه جانبه اول اعلام شده در دریای عمان میخواد انجام بشه یعنی رژیم دوست داشت که بیاره سمت ایران و بگه که ببینید روسیه و چین مدن تو خلیج فارس میخوان از ما دفاع بکنن بعد معلوم شد که تو دریای عمان نمیخوان بیان و بعد رفتن تو شمال اقیانوس هند چرا رفتن شمال اقیانوس هند به خاطر اینکه چین و هندوستان با همدیگه مشکلاتی دارن و این در واقع یک نمایش قدرت به هندوستان بود که اصولا همپیمان آمریکا و غربه و با چین مشکل داره و با پاکستان هم مشکل داره همونطور که میبینید همچنان علی خامنه نوکر ایناست هر جا که بگن میره دریای عمان قرار بوده باشه حالا قرار اقیانوس هند باشه نه ما میریم این طرفتر بله البته که ما به سرورمون چین احترام میذاریم و میریم اونجایی که چین میگه رزمایش انجام میدیم این رفتارها همه کارا رو به جای رسونید که اخیرا وزیر خارجه جدید آلمان گفته بود که به ایران دیگه اعتماد نداریم و اعتماد کردن به ایران بسیار مشکل شده و اینا وقتی میگن ایران منظور همه حکومت دیگه چون این حکومت رسما ایران رو در اختیار گرفته ما هنوز حکومت ملی نداریم که یک حکومت خارجی اجنبی اصل اساسش بر نجات پرستی ضد ایرانیه یعنی سیدها و این روحانیت که بر سید ایجاد شده یعنی من ناچارم باز توضیح بدم که این روحانیت و این آخوند که میبینید این در واقع مسلک سید هاست از اون زمانی که شیعه در ایران گل کرد سیدها اعتقاد داشتن که از اونجایی که پشتشون به پیغمبر میره نجات برترن و ایران ارث باباشونه و ایرانیا باید خرج زندگیشون رو بدن نهایتا دستگاهی درست کردن به اسم نهاد آخوند و شیعه،, شیعه, گری و الان رسما شروع کردن حتی برای توییت زدن الان ببینید گندش در منده که اینا برای توییت زدن از این گرفته تا تمام این بسیج ها سپاییات برای توییتشون پول میگیرن شما ببینید چقدر خرج این حکومت در ایران ستیزی بالاست یعنی از پول مردم ایران میدزدن برای کوبیدن خود مردم ایران منافع ایران دزدیدن از ایران بیشتر خرج میکنن علیه مردم ایران آقا کجا همچین دیده شده واقعا حیرت انگیز اگر نجات پرستی هم بوده نجات پرستی بوده که نجات اون مردم بوده نازی ها میگفتن آقا ما نازی هستیم آلمانی هستیم نجات ما برتره ندیدیم مثلا بیارن از مثلا از یک کشور دیگه تو آلمان بگن آقا این آدما چون از کشور دیگه اومدن نژادشون برتره بنابراین تمام مال و آلمانی و مال ایناست گرچه نجات پرستی در هر وجهش هر حالتش و هر صورتش شرماور و اشتباهه و ما به عنوان ایرانیان آدمایی که هرگز چنین چیزهایی نداشتیم در تمدنمون باید با تمام وجود باش بجنگیم به, به هر حال برای جمعندی علی خامنه ای فقط دنبال تصفیه سابه این پول رو بگیره و بره همین هیچ حسابی هم روی اروپا و آمریکا باز نکرده اما از طرفی میخواد این مذاکرات رو جوری جلو ببره که آمریکا و اروپا مشکل بزرگشون این نباشه که بخوان به ایران حمله بکنن و تاسیسات هسته‌ای رو بزنن این امکان پذیره که این شرایط پیش بیاد چه زمانی پیش میاد زمانی که تایوان و اوکراین در جنگ باشن یا اشغال شده باشن یا در حال جنگ باشن وقتی این حالت پیش بیاد برای دنیا دیگه مهم نیستش که علی خامنه‌ای حالا الان داره یه ماه دیگه میخواد بمب بسازه صف دیگه میخواد بسازه الان چند ماه چهار پنج ماه این آقای بلینکن یک آدم واقعا موزهک که اینقدر آدم نمیتونه حرفش تکرار بکنه که پنج ماه داره میگه آقا چند هفته بیشتر فرصت نمونده برای انقاد برجام آقا این چند هفته چیه بیا توضیح بدید یعنی سه هفته ده هفته صد هفته یه رقمی بگید یعنی نمیشه گفت چند هفته چند هفته که که البته ما میدونیم چند هفته دیگه هم هیچ اتفاق نخواهد افتاد کما اینکه خود بایدن در صحبتش در سخنرانیش پری روزش اشتباه نکرده باشم گفتش که اگر روسیه به اوکراین حمله بکنه اگر حمله کوچک باشه پاسخ ما هم کوچک خواهد یعنی ببینید چقدر این آدم مستک و مسخره است حالا علی خامنی برای چی باید فکر بکنه که امکان داره این آدم هیچ کاری علیه رژیم بکنه بنابراین علی خامنه خیالش راحته داره راهش جلو میره کارش داره میکنه برای ساخت بمب اتم و موشک های 5000 کیلومتر و سوار کردن کلک روی اونها و نهایتا فقط میخواد تصفیه حسابی بکنه از پول های باقی ای که دست غرب مونده همین و اینها هم با این شرایط که دارند و آدم های موسک و مسخره و غیر قابل اعتمادی که هستن این پول های ملت ایران رو میدن به اینا اینا هم خرج توییتاشون مفتخوریاشون تروریزم، آدمکشی ایران بردگی ایران و همه این کسافت کاریا میکنن بخش دوم پادکست هم ما در این بخش میخوام به سفر ابراهیم رئیسی به روسیه بپردازم که واقعا بگم ولادیمیر پوتین یعنی این آخونده اصولا نوکر هم روس ها شدن هم چینی ها و هر تحقیر و توهینی رو تحمل میکنن و عین خیالشون هم نیست ببینید پوتین در سالهای اخیر دو مدل دعوت داره یا دعوت میکنه به سوچی برای اون کسایی که خیلی احترام برای اون کسایی هم که متوسط احترام اینا رو دعوت میکنه به کرملین اما این دعوت ها هم اگر نگاه بکنید رنگ و بوی خودشون دارن و احترامی که در اینها گذاشته میشه نسبت به اون کشورها و رهبران اون کشورهاست مثلا اینقدر آخوندا به اسرائیل بد و بیرا میگن و دروغ و پرت و پلا میگن در موردشون ولادیمیر پوتین نفتالی بنتو دعوت کرد به سوچی و یادتون باشه مثل پسرخاله تو این ویلا اینورور میرفتن با هم دیگه گپ میزدن برای چند ساعت اما ابراهیم رئیسی که اینقدر نوکری چین و روسیه رو میکنه اینو به سوچی دعوت نکرد بلکه به کرملین دعوت کرد و شما خودتون شاهد بودید که چقدر بدون تشریفات و بسیار تحقیرآمیز این آدم رو پذیرفت یعنی شما الان ویدیوی دیدار پادشاه عربستان از کرملین یعنی همون جایی که رئیسی رفته بود رو با اگر ببینید آنچنان با شکوه پرچم بسیار بزرگ از دو کشور جنرال ها و نمایندگان دو کشور سفت دو طرف وایستادن در یک تالار بزرگ و با همدیگه دیدار میکنن فوق العاده احترام بالا برای عرب ها از طرف دیگه اینا که نوکر روسیه شدن الان و دار و ندار ایران دارن به چین و روسیه میدن مفت بدون که چیزی بگیرن مفت دارن میدن اینا رو حتی حاضر نشد پوتین گرم ازشون پذیرایی بکنه سر یک میز بلند با فاصله نشستن نه پرچمی نه احترامی نه هر چیزی یک چند تا جمله مجیز نه به هم دیگه گفتن که هیچ اهمیتی نداره واقعا بعدش هم آقای رئیسی بلند شد اونجا نماز خون مثلا به خیالش که مثلا این معنی داره حالا برای کسی مثلا اعتبار میخواسته باشه که ما مثلا در کرملین هم نماز خواندیم همین مجیز گویا ها، مسخره بازیایی که نماینده های ولایلان انجام میدن وسط جلسه وزارت خارجه رژیم بلند میشن شروع میکنه قنوت بستن اینا ظاهرا خیال میکنن که مردم ایران اهمیتی داره درشون که در کرملین نماز خونده بشه یا نشه چه اهمیت داره معلوم نیست تنها دلیل واقعی هم که ممکن این کاری کرده باشن این که مثلا ما جلوی روزها کم نیبردیم و ما مسلمانیم آ مسلمانی که به درک مسلمانی وجود تو تو که خود تو سید مینامی اومدی برای دزدی از ایران اینو مردم ایران الان درک کردن دارن میبینن تو دزدی تو قاتلی تو راهزن مردم ایرانی چرا ما باید خوشحال باشیم که تو نماز خوندی اینجا یا نخوندی اصلا مشخص نیست این احمقها ظاهرا هنوز فکر میکنن که مردم ایران رابطه ای قائلن بین منافع خودشون یعنی منافع ملت ایران با اسلام اینها نه تنها هیچ ربطی به هم نداره بلکه مردم ایران الان به هوش اومدن و دارن میبینن که این اسلامگرایان این شیعیان و این سیادها هستن که اومدن برای دزدیدن از کشور ایران به هر حال با اینکه علی خامنه ای خودش رو اصولا تقدیم چین و روسیه کرده و ایران رو دو دسته مستعمره این دو کشور داره میکنه و قول میادین عظیم نفت و گاز رو به اینها داده در البته به چین در ابعاد بسیار بزرگتر اما به روسیه لاقل در مورد میدان گاز چالوس ما میدونیم که بیشتر سهم مال روسیه است و روسیه نظر داره که تبدیل بشه به قدرت اول جهان در حوزه گاز اما حتی در این سفر هیچ تعهد واقعی روسیه نداد اینکه روسیه هنوز به این سادگی ها چیزی امضا نمیکنه با آخوندها ولی چین امضا میکنه این به دلیل آگاهی تاریخی که روسها دارن از موضوعات ببینید من نمیدونم شما با روسها چقدر معاشرت داشتید یا دیدید یا ندیدید اینو بدونید هرگز شما به عنوان یک ایرانی در نظر یک روس البته آدما مختلفن اما آمیان روسی عمده روزها بیشتر روزها که میبینید با دید تحقیر به شما نگاه میکنن یعنی از ایرانیا هیچ وقت خوششون نخواهد اومد نمی سادگی این به خاطر این درگیری تاریخی که ما همواره داشتیم و همواره خواهیم داشت احتمالا با روزها و اینها همیشه این دید رو نسبت به ما خواهند داشت چرا ببینید روزها در طول تاریخشون دو بار شکست سیاسی خوردن در طول تاریخشون یک بار از هیتلر شکست خوردن توی کس سیاسی یعنی هیتلر بهشون رکب زد و کلک زد و اینها نتونستن پیش بینی بکنن درست یکی دیگه از ایران و کسی که به اینها کلک زد احمد قوام یعنی قوام السلطنه بود اینها این در تاریخشون مونده که کلک خوردن از ایرانی ها و این تو گلشون گیر کرده همینطور از آلمانی ها که البته اون کلا یک داستان جدا بود و کل اون رو بردن اما هیچ وقت نتونستن دوباره برگردن ایران ایران رو قصب بکنن اونجور که ریخته بودن دوباره ایران رو بگیرن برای همه این تو گلوشون گیر کرده و هیچ وقت با این نمیتونن کنار بیان و نخواهن اومد هرگز الان مثلا یه چرت پرتایی ما میشنویم که سفیر کنونی رژیم در روسیه میاد صحبت میکنه که مردم ایران با روسیه تزاری مشکل دارن و اون براشون مشکله انگار برای ما فرق میکنه که روسیه تزاری از ایران میدازیده یا پوتین داره از ایران میدازده آقا اول آقا دارید از ایران میدزدید انگار مثلا این آدم با اون آدم برای ما متفاوته به درک شما متفاوت هستید یا نیستید داری از ما میدزدید داری حق ما رو میخورید از دریای خزر گرفته تا از الان از منابع گازی و غیره گرفته و این البته تقصیر خود ماست ما باید این رژیم رو پایین بکشیم اینا رو بزنین تو دهن آخوندا آخوندایی که الان میرن تو قبرستونا میستن نمیدونم ویدیو رو دیدین یا نه آخوند رفته تو قبرستون از خوش سلفی میگیره میگه آقا ما تمامی مخالفین رژیم رو اینجا دفن می‌کنیم. جالب توجه اون کسایی که میگن آقا مسالمت آمیز ما گذر خواهیم کرد با این مگه میشه با زبان خوش صحبت کرد این این چیزا نمیفهمه این اول میاد برای کشتن ما و اگر ما از خودمون دفاع نکنیم همه رو میکشن بنابراین هم که میبینید این تقصیر ماست که کشور ما الان داره میشه مستعمره روسیه یا غیره اما چرا پوتین چیزی امضا نکرد و به این سادگی ها امضا نمیکنه دلیل همین درس تاریخی که روزها گرفتن روزها میدونن که این رژیم متزلزله و این رژیم داره میجنگه برای بقای خودش دقیقا این رفتاری که بین چین و روسیه علی خامنی داره انجام میده داستان یه آدم ورشکسته است که میره سراغ نزول خور نم شما دیدید تو زندگیتون نه یه سری ها که ورشکسته میشه میرن سراغ نزول خورا که پول بگیرن بدهیشون بدن اما از طرفی چون درآمد ندارن و ورشکستن و تولید ندارن بدهی بیشتری درست میکنن و آخرش پول همون نزول هم ندارن بدن و کلا اوضاعشون بیریخ میشه این داستان علی خامنه‌ای هم همینه خودش نمیتونه حکومت رو نگه داره چهل چند ساله پر درآمدترین سالهای تاریخ ایران رو در اختیار داشته الان حکومتش داره کله پا میشه اون وقت رفته سراغ چین و روسیه میگه آقا بیاد شما این مال شما اون مال شما بیاد شما بدهی های منو بدید خب اونا دارن میبینن که آقا تو اول آخر سقوط خواهی کرد به خصوص روس این شرایط رو میبینن و اونا مطمئنن وقتی که این رژیم سقوط کنه اون وقت دولت و حکومت جدید به هیچ تعهد و عهدنامه پایبند نخواهد بود که با رژیم بسته این قطعی است ما پایبند نخواهیم بود به این قراردادهایی اینا با چین دادن میدان گازی به این به اون غلط کردن اینو دادن برای خودشون اینها خودشون سرکوبگرن اینها خودشون دستشون به خون مردم ایران آلوده است اینها مجلس مردمی و انتخابات واقعی برگزار نکردن در ایران چهارده ده بنابراین هیچ مشروعیتی هم نداشتن چنین قراردادهایی ببندند و روزها متوجهن و برعکس چینی ها که چنین سوابقی با ایران ندارن پوتین میدونه که این داستان و این قضیه رژیم و اینا فقط میتونه یک کارت موقت باشه برای بازی و برای بلند مدت نمیشه روی این معادن و اون مخازن و اینا حساب کرد و این فرو خواهد ریخت این به خودی خود نشان دهنده اینه که پوتین به ضعف رژیم آشناس و متوجه است که این رژیم نمیتونه دوام بیاره برای همین میخواد به عنوان کارت بازی همطور که دیدید رئیسی رفتش در مسکو حرف گنتر از دنش راجع به ناتو اینا صحبت که اینا همه رو بهش گفتن بگو یعنی رئیسی اصلا ناتو چه ربطی به ایران داره که رئیسی بخواد در موردش حرف بزنه یا اصلا چیزی بدونه در مورد این رئیسی چیزی راجع به چیزی نمیدونه اصطلاحات عادی سیاسی رو نمیتونه تلفظ بکنه این آدم برای چی راجب ناتو داره حرف میزنه مگر اینکه روزها بهش گفتن در روسیه راجب ناتو و عدم گسترش ناتو صحبت بکن بنابراین همونطور که میبینین اصلا همین سفر رئیسی هم فقط برای درگیری بودش که در اوکراین در انتظار وقوع هستش و اصولا پوتین داره با رژیم و علی خامنه به عنوان کارت موقت بازی بازی میکنه و من نمیبینم که روسیه بتونه اصولا در ایران بمونه یا مثلا از منابع ایران بلند مدت استفاده بکنه این رژیم سقوط خواهد کرد تمام معاهده ها زیر سوال خواهد رفت به خصوص دریای خزر و اصولا روسیه باید با حکومت پایدار ملی سر کله بزنه و به یک توافق جدیدی برسه بنابراین این سفر واقعا هیچ چیز به جز تحقیر رئیسی ما ندیدیم تمام دنیا هم همینطور و همینطور مزه دهنه پوتین هم بیشتر روشن شد که واقعا به دنبال سازش با رژیم نیست فقط میخواد با اینا بازی بکنه و اصولا این سفر به نظر من شکست بود و یه سری تبلیغات علکی مثلا دادن دکترای افتخاری هر جا میره این دانشگاهای واقعا در پیتی و هم دکترا میدن به این, این آدم تلفظ عادی رو نمیتونه انجام بده دکترای چی و خودشون تحقیر میکنن و اینها در آینده خودشون نشون خواهد داد در جای دیگه اما موضوع سوم برنامه اما در این بخش من میخوام به یک نکته بپردازم که مدام من میشنوم که یه سری ها میگن اولا که باید بگم که ما واقعا کامنت ها و ارتباطات اینترنتی رو قطعی نمیتونیم تایید بکنیم یعنی ما نمیدونیم این کسی که داره کامنت مینویسه چیه علیه شاهزاده خانواده پهلوی و مدام میبینیم بعد بیرا گفتن ها هستش حالا به انواع مختلف و با زبان های مختلف این گفته میشه و مدام میگن که آقا شاهزاده پهلوی کاری نکرده کسا این اومدن نوشته بودن که آقا تو این 42 سال شاه و پهلوی کاری نکرده برای ایران و چرا ما نمیتونیم اعتماد بکنیم به خاطر که همین الان آخوندا الان مثلا تو توییتر گندش در اومده که از این مرد که دلغک رافیپور که من البته اینا رو فقط به اسم میشناسم یعنی دنبال نمیکنم پرت و پلا گوان چرت پرتن که هر کدوری تیک ویدیوهای میبینم که اینقدر احمقانه است حرفا که اصلا واقعا آدم خندش میگیره که چجوری یه سری آدم نشستن جلوی این دارن گوش میدن حالا به هر حال معلوم شده که الان اصلا بازاری به اسم بازار تویت وجود داشته تو این چند سال اخیر و تو این بازار بعضی ها سپایی ها اینا و مجید گایر میلیاردر شدن از این الان نه تنها بین رافیپور پور و یه سری های دیگه تو توییتر درگیری و دعوا ایجاد شده بلکه الان یه آخوند اومده تو تویت میبینید چی نوشته آقای جمالزاده که من هر دو اینا رو چک کردم و آدمای واقعی هستن اینا این آقای آخوند جمالزاده گفته جدول تعرفه تولیدات محتوایی مجموعه دولتی به دستم رسیده یعنی حکومت یه جدول داده که آقا شما اگر این محتواها رو تولید بکنی یعنی این حرفا رو تو توییتر و جای دیگه بزنی بهت پول میدیم خب این جدول به دستش رسیده یه چیزی دیدم واقعا تعجب آوره یعنی تعجب کرد این جدول دیده برای هر توییت از 15 تا 50 هزار تومان پرداخت میکنن این آقای جمالزاده تازه فهمیده که برای هر تویت اینقدر پول میدن چه بازاری برای همینه که شما دارید میبینید جا با کله شیرجه زدن تو توییتر اون طرف یه آقای دیگه به اسم محمد رضا بیگدلی که اونم آخونده نوشته پنجا هزار تومان چیزی نیست قبلا پنجش میلیون تومان برای هر توییت بود شما اگر خیال میکنید که واقعا کسایی که دارن بد و بیران میگن علیه پهلوی حرفای نامربوط مثل شاهزاده تو این 43 سال کاری نکرده که الان من برعکس به شما ثابت میکنم اینها بدونید بازار بزرگی از دار و ندار مردم ایران از اون کارتون خوابا اتوبوس خوابا قبر خوابا از اون بی ها که الان خونه ندارن هیچی ندارن مال و اموال اینا دزده میشه همچنان ریخته میشه تو جیب این انگل ها برای تویت زدن پول میگیرن تنها کسی و تنها ارگانی و تنها چیزی که در دنیا برای این چیزا پول میده علی خامنه ای و دستگاه روحانیتی شیعه است مثلا میومدن به ما اتهام می زدن که آقا شما ایران فروشی شما علیه ایران این بسیجی ها می, می به خاطر پول داری این کار رو میکنی آقا یک قرون در بساط نیست به همین سادگی که به شما بگم هیچ پولی در کار نیست چرا هیچ کس حاضر نیست پول بده به خاطر این چیزا مگر خود رژیم البته کشور دیگه هم یک دو تا دیگه هستن مثلا عربستان ببینید داره پول خرج میکنه مونتا فقط به شرطی که کنترل کامل اون رسانه ها دست خود عربا باشه متوجه این مثل ایران اینترنشنال در این وضع پول میدن علی خامنه هم قانون روش به هر کی که حاضر بشه موبایل دستش بگیره و مجیزشو بگه و فوش و بعدی بیرا به پهلوی بده الان بین 15 تا 50 هزار تومان برای هر توییت میدن قبلا این آقا داره میگه 5 میلیون تومان برای هر توییت میدادن تازه الان از خراب شده پول نیست میبینید الان برای چی علی خامنه‌ای دنبال گرفتن تمام این خورد پولا و خورد حسابا از آمریکا یا و غربه حالا این حرف چرا اشتباهه که شاهزاده رضا کاری نکرده ببینید علی خامنه‌ای دار و ندار ایرانیا رو الان به حراج گذاشته و همه چیز رو داره میده مفت بره فقط برای اینکه یک نوعی تضمین بگیره مثل یک سری مثل بدترین سلاطین قاجار بدترینشون بدترین اینجوری بودن دقیقا اون رو بازسازی کرده بعد از سلسله پهلوی که باید همه چیز ایرانی استادن و شاه ایران میگفت آقا نفت مال مردم ایرانه و مال ماست و ما دیگه مفت نمیدیم سر این تمام دنیا بسیج شدن که شاه سرنگون بشه و یک پتانسیل کوچیکی پیدا کردن در ایران به نام روالا خمینی و این پتانسیل رو انقدر بهش تزریق کردن تا شد یک قدرت انقلابی این واقعیته ایران نهایتا به ما اما آلا نمیخوام با موضوع بپردازم اما چرا این ادعاها احمقانه است که شاهزاده رضا پهلوی هیچ کاری نکرده من به شما میگم چه کار کرده ببینید بسیاری میان میگن که چرا شاهزاده کانال نداره شبکه نداره چرا مثلا این دم و دستگاه نداره ببینید این دم و دستگاه ها شبکه و همه اینا پول میخواد شاهزاده رضا پهلوی دقیقاً برعکس چیزی که اتهاماتی که میزنن از هیچکس پول نگرفته هیچ وعده و وعیدی هم به هیچکس به همین دلیل هیچکس ازش حمایت نمیکنه به خصوص در مورد نفت که هنوز که هنوزه یکی از مهمترین مسائل دنیا و ایرانه اصلا با هیچ کس کنار نمیاد میگید نه سخنان خودش رو بشنوید مردم ایران این وسط میدونن که ما به هیچ عنوانی وقتی صحبت از حمایت خارجی میکنیم به این مفهوم نیست که استقلال و آزادی خودمون رو بگه رو میذاریم من هرگز این کار رو شخصا نخواهم کرد اگه فردا دولت امریکا یا فرانسه یا انگلیس یا هر دولتی دیگر بیاد بگه ما به شما کمک میکنیم به شرطی که مثلا فردا نفت و گرون تر به ما نفروشی دفاع کنیم نه ما از این شرط ها نداریم شما میکنید به خاطری که به نفعتون هست کشور آزاد شده و دموکراتیک ایران که عامل ثبات در منطقه خواهد بود که دغدغه شما هم از اون طریق حل خواهد شد ولی ما معامله باتون نمیکنیم ما یه حمایت بدون شرط ازتون همونطور که میبینید شاهزاده رضا پهلوی در این مصاحبه کوتاه یعنی چند جمله به خوبی و سراحت همه چیز رو میگه دقیقا پا جای پای پدر بزرگ بارش و شاه فقید ایران گذاشته و میگه که ما تحت هیچ شرایطی پای منافع ایران و مردم ایران معامله نخواهیم کرد شما به نفعتونه که به ما کمک بکنید اگر کمک میکنید به نفعتونه اگر نه ما معامله نداریم دقیقا برعکس چیزی که خمینی انجام داد و خمینی پیام داده بود که ما نفت رو به همون قیمت به آمریکا خواهیم داد تا دا اینها نفت مستقیم به آمریکا میفروختن مستقیم برعکس چیزی که میگن آقا 40 سال ما رو تحریم کردن این همش دروغه تحریم ها مربوط نفت نبود اصلا تحریم های نفت از زمان برجام از زمان اوباما اعمال شد قبل از اون هیچ تحریم نفتی ایالات متحده آمریکا روی ایران اعمال نکرده بود ببینید شاهزاده رضا پهلوی در 17 سالگی سوگند خورد که او پای ایران خواهد ایستاد و اگر مردم ایران روزی ببینند که اشتباه شده و اشتباه کردند او هست در خدمت مردم ایران و همچنان به عنوان ولیعت حاضر نقش تاریخی خودش رو ایفا بکنه هرگز سوگند خودش رو پس نگرفته همونطور که میبینید همچنان پای ایران ایستاده تا آخرین لحظه و از تمام طبقات مردم ایران دفاع میکنه از اعتراض آب گرفته تا اعتراض کارگری معلمان گرفته و یا زنان هیچ وقت پشت مردم رو خالی نکرده و نخواهد کرد این اخلاقیه که ما برای پادشاه بعدی نیاز داریم وقتی من میگم ایمانتون رو بذارید به اخلاق شاهزاده رضا پهلوی اینطوریه اینجوری باید پای ایران بیستید اینطوری باید مردونگی به خرج بدید طرف میاد تو توییتر چاتو توییت میزنه میبینی که آقا انقلاب نشد آقا حکومت عوض نمیشه حالا ما بریم دوباره کارمون ترکیه فلان زندگی بکنیم یا مثلا بریم اروپا یا جای دیگه اگه خبری شد دوباره شاید برگردیم اینطوری نیست عزیز من اگر شما میاید تو این رو باید بیستید باید پهلوان باشید مثل همین خاندان پهلوی همشون اینه همه پای ایران میستن از رضا شاه گرفته تا پسرش گرفته تا نوش همشون با ایران ایستادن و این صحبت که آقا فلانی کاری نکرده خیلی مسخره است یه جورایی مثل قضیه جایزه نوبل اوباماست ببینید جایزه نوبل نوبل دو بخش داره یه سری جوایز نوبل واقعی که سوئد میده یه سری هم جوایز نوبل جدیدی که دو تا جایزه است حقوق بشر و یه چیز دیگه که نروژ میده جوایزی که سوئد میده لیستی از دانشمندان بزرگ بشری یعنی فوق العاده افتخار داره اون جوایز اینجوری من میشم که بالاترین افتخار تو کره زمینه اما از طرف دیگه جوازه حقوق بشری یه مقدار مچوله معلوم نیست چیه من بسیار منتقد این جایزه حقوق بشرم چون اصلا معلوم نیست چیه این جایزه حقوق بشر بیشتر جوایز حقوق بشر که دادن بی مسخره بعضن فوق اشتباه بوده اما بعضی یکی دو تا دو جونش مثلا که من از اونجایی که حواسم بوده درست بوده مثلا یه دونه جایزه دادم به ملاله یوسف زری اگه یادتون باشه یه دختری بود در پاکستان که طالبان جلو اینا رو میگرفت دختر بچه ها رو میگفت که حق ندارید دختر رو برن مدرسه بعد این دختره جلو طالبان میسته میگه که آقا من میرم مدرسه به تو مربوط نیست بعد یه روز اومدن شلیکن تو مغزش دختر بچه رو. اسمش ملاله است تو مغزش زنده موند بردنش انگلستان درمانش کردن و گلر از مغزش در بردن و بهش جایزه نوبل دادن این جایزه با ارزشه مثلا واقعا بهترین جایزه ای بود من بودم این انتخاب میکردم یعنی فوق العاده ایستادگی که به خرج داد رشادت اصلا پهلوانی اینجوریه باید بیستی حتی اگر گلوله تو مغزته اما در مجموع جواز نوبل واقعا مسخره بوده یکی از مسخره ترین اتفاقاتی که افتاده و خیلی تشابه داره به این ادعایی که میکنه آقا شاهزاده کاری نکرده داستان اوباماست مثلا باراک اوباما بعد که انتخاب شد فورا بهش جایزه نوبل دادن برای چی به نوبل دادن خود باراک اوباما تو یه مصاحبه گفت من نمیدونم برای چی من جایزه نوبل دادن اون جایزه صلح نوبل هم. چرا مثلا برداشت این بود که چون مردم آمریکا اولین سیاه پوست رو انتخاب کردن به عنوان رئیس جمهور الان این جایزه داره اگر قرار جایزه داده بشه اوباما که خودش انتخاب نکرده باید به مردم آمریکا داده بشه پس برای به باراک اوباما دادن جایزه رو و این چه فوق العاده مجهولی بود و اوباما اصلا کاری نیامد بکنه هنوز که اصلا بخواد جایزه بگیره یا نگیره که اومد گند زد و دنیا رفت دیگه دیدین که جنگ را انداخت خود اوباما در زمان اوباما بزرگترین نقض حقوق بشر در زمان خود اوباما اتفاق افتاد یعنی در زمان باراک اوباما ایالات متحده آمریکا از تمامی ساکنان کره زمین جاسوسی کرد و ادوارد اسنودن اگه یادتون باشه یکی کسی بود که در سازمان امنیت ملی آمریکا کار میکرد تمام اسنادشون رو ورداشت و فرار کرد و اینها رو به صورت سنجیده منتشر کرد به دست طریق روزنامه‌نگارا و الان به جایی که به این جایزه نوبل بدن تحت تعقیب تو روسیه داره با ویزای موقت زندگی میکنه از طرف دیگه اوباما چیکار کرد بیشترین میزان کشته های غیر نظامی توسط هواپیماهای بدون سرنشین در زمان اوباما تو افغانستان ثبت شد یعنی اینا اومدن گفتن آقا ما از ارتش و اینا کم میکنیم در افغانستان بعد شروع کردن فرستادن هواپیما بدون سرنشین انقدر زن و بچه کشتن تا آخرش مجبور شدن بذارن برنامه رو کنار از طرف دیگه کسافت سازش با رژیم با هر چی تروریست و دیکتاتور تو دنیا باشه اوباما سولت کرد یعنی فاجعه بود از اون طرف زد لیبی رو نابود کرد قذافی درست دیکتاتور بود اما آلترناتیو برای حکومتش نبود بعد از تو دل تمام سیاست های اشتباه اوباما از جمله ترک کردن عراق و نادیده گرفتن کشتار بشار اسد به علاوه این آقای قاسم سلیمانی در سوریه از تو دل این چی بیرون اومد داعش یعنی شما ببینید تمام این کمکاری ها و تمام این فاجه ها زمانی دادن جایزه را به باراک اوباما که هیچ کاری نکرده بود اگه طرف میدونستن کاری کرده اون وقت باید بهش جایزه میدادن الان شاه پهلوی مگه رئیس جمهور این کشور بوده که کاری بکنه یا مگه هنوز شاه شده که کاری بکنه یا نکنه بنابراین اونا کسایی که میان میگن که آقا کاری نکرده آقا چی کار قرار بوده بکنه من اینو میخوام بدونم مثلا شاه پهلوی آیا قدرت نظامی در ایران داره که کاری کرده یا نکرده که اگه میتونسته کاری بکنه یا نکرده کسی بیا توضیح بده این رو این اتهامات مسخره رو بنابراین همونطور که میبینید این ها و این حرفها کلا رده و ما دیگه بهش نمیپردازیم و میریم سر اصل مطلب و اون چیه اینکه ما اخلاق شاهزاده رو برگزینیم برای ایران و ایمان بیاریم به اخلاقی که ایشون داره پای ایران ایستاده با هر خطری مواجه شده و هیچ وقت کم نیورده و کوتاه نیامده در دفاع از حقوق ملت ایران جلوی هر کسی در دنیا بنابراین عزیزان رهبر اخلاقی ما کسی که اخلاق آینده رو ارائه میده در اداره کشور شاه سرزا ولی ایشون من اطلاع دارم که هیچ علاقهای به اداره سیاسی کشور نداره یعنی کار سیاسی دوست نداره بکنه و فقط میخواد چهرهی فراحزبی و ملی باقی بمونه برای مردم ایران و بسیار علاقه داره ایشون که ارتباط مستقیم داشته باشه با جامعه ایران بسیار نزدیک که این در آینده وقتی ایشون پادشاه بشه فراهم خواهد شد کشور و ملت ما یکی است ملت ایران پرچم ما یکی است پرچم شیر و خورشید ایران و پادشاه پیشنادی ما شاهزاده رضا پهلوی که همچون پدر و پدر بزرگش هموار پای ایران ایستاده امیدوارم این پادکست رو پسنده باشید تا برنامه بعدی که امیدوارم زودتر بتونم برگزار بکنم بدرود